بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما محصلین عزیز، به جلسه 23 قرار داریم که روی موضوعات تکثیر صحبت میکنیم، که تکثیر هم در جلسات مضامین نباتات مزرعی خواندیم که تکثیر به دو روش هست، که روش زوجی و روش غیر زوجی. به هر صورت موضوعاتی از این قبیل چی مزیت ها روش های غیر جنسی یا غیر زوجی داره که در سلات های گذشته موضوعات در ارتباط به روش های کاشت خواندین، که کاشت به سر روش میتونین کشت انجام بدین، که روش ردیفی بود، روش خطی و روش قطاری که شامل همی بود با تفاوت، و روش کوپه‌ای. به این جلسات تکثیر با شما آغاز میکنیم و که مبحث خیلی مهم در قسمت نباتات باقی تکثیر غیر جنسی هست. ما در مجموع نباتات مزرعی تکثیر جنسی داریم، که تکثیر اکثرا از طریق بذر صورت میگیره. شرایط بذر را خوندیم به طور مفصل، چی شرایط باید بذر داشته باشه، شرایط محیطی و چی شرایط خودی خود بذر را ما به طور مفصل با شما بحث کردیم. ولی در قسمت نباتات باقی که اکثرا تکثیر غیر زوجی هست، تکثیر از طریق اعضای خود نبات هست و خیلی مهم هست، و وابستگی نباتات باقی به این روش خیلی زیاد هست، چون نباتات یک فصله و دو فصله نیست، نباتات چندین ساله هست، پیش از 4-5 سال و تا 20-50 و حتی تا 100 سال این نباتات درخت ها عمر میکنن. بنابراین نسبت به تکثیر آن، نسبت به جوانسازی آن، روش غیر زوجی یک روش خیلی مهم، روش خیلی اساسی است که باید روش های تکثیر غیر زوجی با شما باید یاد بگیرین، عملا یاد بگیرین، بتونین کار بکنین، که پیوند چگونه پیوند میشه، فرنگ چگونه میتونین یک نبات فرنگ بکنین، پیوند بکنین، یا از طریق قلمه تکثیر بکنین، یا از طریق حتی بذر، یا از طریق پوست نبات. روش های متفاوت تکثیر صورت میگیره که با شما هر کدام از اینا رو بحث میگیریم. در مجموع تولید یک نبات جدید از یک حجره، یک قسمت از نبات، اگر ما یک سلولی از نبات ما هم بگیرین از خود نبات، او را در شرایط لابراتوار کش بکنین، یک نبات برای ما میده، چون تمام خصوصیات نبات در داخل یک حجره هم وجود داره، در داخل یک سلول، در داخل یک سل که شامل همون هسته، و در داخل حجره تماما کیفیت های خود یک نبات، تاریخچه یک نبات در ازود درج هست. منان اگر ما یک سلولی از نبات، یک حجره از نبات جدا می سازیم، توان به وجود آوردن نبات اصلی ما داره، که یکی از جمله خصوصیات تکثیر غیر زوجی هست، که در شرایط محیطی کنترل شده میتونین از یک سلول هم نبات به وجود بیاونه. تکثیر غیر زوجی پایه های مادری و قدیمی به منظور تولید نباتات جدید. نباتات در تکثیر حتما پایه های مادری ما باید داشته باشین، که از ما بین قلمه بگیرین، یا از او بین پندوک بگیرین، یا قلمه بگیرین که در آینده باز روی از این قلمه ها، روی از این پایه ها ما بیاین پندوکی از یک نبات جدید داشته باشیم، یک وریتی جدید. فرضاً ما پایه های از خست سنگی داریم، میاین کشت میکنیم، آماده هست، باز میاین یک نوع خاصی از وریتی، فرضاً شفتالو یا آلو یا بادام، که پایه های آن مطابقت با این نباتات داشته باشه، میاین اوره سرازی پیوند میکنیم، که هم نبات جدیدی برای ما بدست بده، که هم پندوک و هم پایه زیاد مهم است. پایه حتما باید
مقاوم به مقابل هم ابراز آفات داشته باشه، ریشه های عمیق داشته باشه، شرایط محیطی توافق داشته باشه، طول عمر زیاده داشته باشه. بنان باز میگن که روی پندوک چی خصوصیاتی داشته باشه، در آینده چی میوه را از این ما تولید بکنیم، چی میوه برای ما رس میده، آیا بازار داره، آیا خوش دم هست، خوش رنگ هست، آیا تولید بالا داره، آیا مطابق به میل بازار هست، بازار پسندی داره، مشتری داره، بازارها به کجاست. بنان هم پایه و هم پندوک مهم هست که باید توجه شد. روش خوب و ارزان روش تکثیر غیر زوجی هست که از طریق اندام های خود نبات تکثیر میشه و پرورش تعداد اندک قلمه. ما میان خسترکش میکنیم، قلمه را تولید کردیم یا مستقیما قلمه را از پای مادری میگیریم، به زمین را کش میکنیم تا ریشه دار شه. بعد وقتی پایر داشتیم باز میان پندوک گرفته از نبات دلخواه خود رو از او پیوند میکنیم. اغلب منبع درآمد خوب هست روش تکثیر های غیر جنسی که دیارین و باغداران پیش قدم از این تکثیر میبینن که چقدر منفعت میبرن. قلمت یا خستر کش کردن پیوند میکنن، نخالی با وجود دار انواع مختلف با بازار عرضه میکنن و قیمت های خیلی خوب میفروشن. تقسیم سلولی معتاد گفتیم در تکثیر غیر جنسی نقش داره و در تکثیر جنسی تقسیمات سلولی میوز نقش داره که در مضمون خود نباتات بوتانی یا مضمون نباتات در سمستر اول خونده. لذا تمام نبات حاصل از این تکثیر ساختمان ژنتیکی مشابه دارند. در تکثیر غیر زوجی تمام خصوصیات والد هم یک سلول را اگر ما هم جدا کرده باشیم و کشت کرده باشیم تمام خصوصیات والد خود داره، هیچ تغییرات در از او نمی آید. ولی در تکثیر زوجی ما گفتیم در تمام نباتات دیگرگیشن وجود داره. اگر نبات 100% هم که ما بگیم که نبات خود الغا هست، ولی الغای غیر خودی بین 0-5% نهفته هست. فرزن گندم رو گفتیم که نبات خود الغا هست ولی تا 0% غیر الغای غیر جنس غیر پای خود نبات داره، از روی نبات دیگر هم متاثر میشه. بنابراین در ساختار ژنتیکی تکثیر توسط تکثیر زوجی تغییرات به وجود میاد، ولی در تکثیر غیر زوجی در ساختار ژنتیکیشان هیچ تغییرات به وجود نمیاد، 100% پای اصلی خود به دست میده یا مطابق به والد خود هست. مجموعی نباتاتی که به این روش از یک نبات اولیه حاصل میشه همگروه یا کلون یاد میکنن، که کلون نباتیه که از یک پای والد برست، از یک پای والد برست آباده باشیم، یک پای مادری داریم و از این پای مادری ما آمدین قلمه گرفتیم و یک قلمه ها تکثیر کردیم که بنام همین قلمه ها ما در مجموع نهالی ما پای مادری که تولید شده کلون یا همگروه در بین خود هستن مشابه، همه در بین خود با هم مشابه هستن، هیچ تفاوت ندارن چون والدشان یا پای مادریشان یک پایه هست. بنان در بین خود همگروه هستن، مشابه هستن یا کلون هستن. نباتاتی که از یک پای مادری به وجود آمده باشه و تمام خواص و کوایفشان یکی باشه به نام کلون میشه که از این پای مادری به دست آورده باشه. علال استفاده از تکثیر غیر جنسی یا تکثیر رویشی چی باعث میشه که ما از تکثیر رویشی استفاده میکنیم؟ چی خصوصیات خوب داره؟ چی علتهای خوب داره؟ چی نکات مثبت و چی نکات منفی داره که ما تکثیر را از قسمتهای رویشی نبات استفاده میکنیم؟ نه از قسمتهای زایشی که در روش تکثیر به صورت زایشی روش جنسی هست و روش تکثیر به صورت رویشی روش غیر جنسی هست که ما از
قسمت های ریشی نبات مثل قسمت ریشه نبات میگین، قسمت از ریشه کش میکنین که به نبات تبدیل میشه، و همچنین یا قسمت از ساقه یا قسمت از شاخه یا قسمت از برگ کش بکنین تا نبات جدیدی رو به دست بیارین. علت ها یکی تکثیر نباتات که بذر ندارن با روش غیر جنسی صورت میگیرن، بعضی از نباتات بذر تولید نمی کنن یا پارتینوکارپ هستن فرضاً کله بذر نداره، 100% باید که ما از طریق غیر جنسی ما بیان تکثیر بکنیم، یا کچالو مقرون به صرفه نیست تولید بذر، از اون خیلی مشکل هست که تولید بذر کنن، بنان از قسمت خود میوه کچالو، از قسمت جوانه خود کچالو برای تکثیر استفاده میشه. و یا هم انگور، اگر ما بیاییم بعضی انگورها رو ببینیم، میبینیم که انگور بیدانه هست، دانه نداره، سیدلس هست، فرضاً انگور عسکری که انگوریه که اصلا در از بذر وجود نداره، بنان نیاز هست که از طریق قلمه یا از طریق لیرینگ یا فرنگ کردن یا نهایتاً از طریق پیوند ها بیاییم بیره تکثیر بکنه. بنان یکی از علت ها که ما از تکثیر رویش تکثیر غیر جنسی استفاده میکنیم نباتات بذر نداره، بنان به این نباتات زیاد اساسی مهم هست که وابستگی تکثیرشان به این رویش ها بستگی داره. دومین فاکتور و علالی که از بذر روش غیر جنسی استفاده میشه حفظ و نگهداری همگروه های مرغوب هست. ما در روش غیر جنسی گفتیم که تغییرات ژنتیکی در ساختار خود نبات به وجود میاره، ولی در روش غیر جنسی کدام تغییرات ژنتیکی اتفاق نمیفته، 100% پای والد در میده، تنها با ازدیاد غیر جنسی ممکنه که ما اید مرغوبیت رو بتنین حفظ بکنن. نبات ما نبات مرغوب هست، میخواییم مرغوبیت شان همیشه حفظ باشه، بنان رویشی که ما این مرغوبیت رو میتنه حفظ بکنین از رویش تکثیر غیر جنسی هست، و اگر از طریق جنسی تکثیر بکنین باز موضوع گرده و پلان اینا داد به میان میایه، بالاخره از نباتات همگروهی نزدیک شان سرشان گرده تأثیر میکنه. در نباتات زینتی که یک گل خاص داره، یک رنگ خیلی مرغوب داره، یک عطر و بوی خیلی خاص داره، یک مرغوبیت خیلی خوبی داره، یا درختان میوه همچنین مرغوبیتشون رو میخواییم حفظ بکنیم، بنام نیاز هست که ما از طریق روش غیر جنسی استفاده کرده باشیم. کوتاه کردن دوره نوینهالی و تسریع رسیدن به مرحله بلوغ هست. اگر ما بیاییم یک نوع انگور را بیاییم از طریق خسته از اول کش بکنیم که بعد از یک سال برای ما یک نبات ریشه خیلی خوب در بده، بعد به سال بعدی بیاییم اول به زمین اصلی انتقال بدهیم و تا رشد بکنه و مرحله بلوغ برسه، خیلی وقت در میگیره تا ما بیاییم از یک قلمه بگیریم و سری ریشه میکنه و نبات بزرگتر و قویتر برای ما به دست میده. بنان کوتاه کردن دوره نوینهالی و تسریع رسیدن به مرحله بلوغ یگانه راهیست که از طریق تکثیر غیر جنسی قابل حصول هست. امکان ترکیب همگروه ها توسط عمل پیوند هست. ما میاییم در بین همگروه ها پیوند را ایجاد میکنیم. در نبات فرزند در آلو ما چندین نوع آلو داریم، میم روی یک پایه چندین نوع آلو پیوند میکنیم، پایه یکیست مطابقت با پای مادری خسته سنگی هست، میاییم انواع مختلفی از آلو، انواع مختلفی از شفتالو روی از پیوند میکنیم، یا پایه از همگروهی بادام باشه انواع مختلفی از بادام ها با مقسم نباتات دیگر زردالو، میمانواع مختلفی رو از این پیوند میکنیم. بنان
ترکیب همگروهی توسط عمل پیوند امکان پذیر هست. همچنین یک نوفتی هم همگروه ها نسبت به تکثیر با وزر بسیار نسبت به وزر بسیار سودمند هست. نبات حاصل از ازدیاد غیر جنسی در مقایسه با نباتات وزری معمولا از نظر اندازه کوچکتر و عمل برداشت آن آسان‌تر هست. بیشتر نباتاتی که توسط تکثیر جنسی بازر چی میکنن تکثیر میکنن شاخه بالا خیلی زیاد دارن، قد زیاد دارن، بنابراین فرم مطابق به میل دیگونه ندارن، عمر کمتری دارن، برداشت از این مشکل تر هست به وجود میاره. ولی در طریق تکثیر غیر جنسی دیگه شرایط کنترل شده هست. گاهی ممکن است در حین تکثیر غیر جنسی در اثر وجود عوامل مختلف نظیر مواد شیمیایی یا اشعه نباتات با خصوصیات ژنتیکی جدید و مقایر با نباتات مادری حاصل شد که این تغییرات ژنتیکی را جهش میگیرد. میگویند بعضی مواقع در نباتات خصوصا در میوه‌جات ما میبینیم که یک تغییرات یا جهش ناگهانی بر روی یک درخت یا روی یک شاخه به خصوص ایجاد شده که متفاوت از دیگر شاخه هاست، یا یک گل تولید کرده که مغایر با دیگر گل های همون درخت است، یا میوه تولید کرده مشابه با میوه همان درخت نیست، که این به نام تغییرات ناگهانی یا تغییرات ژنتیکی یا به نام جهش یا به انگلیسی به نام میوتیشن میگن، که این جهش هم میتونه مثبت باشه و هم میتونه منفی باشه، که بعضا یک نوع خاص به وجود میاره که اصلا مطابق با آن اصلا وجود نداره، که در اثر تأثیراتی که مواد شیمیایی سر از این تأثیر کرده اشعه ها در شرایطی که ما در دنیای صنعتی قرار داریم، خود مواد ترکیب مواد موجود در هوا متفاوت هست، اشعه ها و تابش نور نسبت به آلودگی ها نسبت به مواد شیمیایی متفاوت هست، بنابراین باعث تغییرات ژنتیکی در روی یک عضوی از نبات میشه که جایش میتونه به نفع باشه و هم میتونه به ضرر باشه، که مرغوبیت را از بین ببره و یا مرغوبیت را ایجاد بکنه، که در قسمت مضمون فیزیولوژی به سمستر ششم انشالله قسمت جهش یا میوتیشن را یک فصل میخونیم که چی باعث میشه که جهش ایجاد بشه و جهش و میوتیشن چی خصوصیات و مفیدت ها و اضرار میتونه داشته باشه. بنابراین بافت های ناهمسان نباتی هستن که از دو یا چند بافت با خصوصیت ژنتیکی مختلف تشکیل شدن، مثلا وجود ابلقی در برگ بعضی از نباتات ژنتیکی به وجود بافت های ناهمسان که متفاوت با بافت دیگری از عضو از همون نبات هست، بنابراین تغییرات ژنتیکی آماده و تغییرات در رنگ ایجاد کرده یا تغییرات در ساختار ایجاد کرده و این میتونه مثبت باشه و میتونه منفی باشه. فرضاً در روی خود میوه خیار آماده یک بذر تولید شده که دیگه اصلا در عقل نمی گنجه، یعنی از لحاظ علمی این گپ کاملا مشکل هست، ولی یک جهش هست، یک میوتیشن هست، یک تغییرات فیزیولوژیکی که تاثیر مواد کیمیایی یا اشعه‌ای که در محیط وجود داره با عکس العمل ژنتیکی خود نبات برابر شده، منند ایجاد یک جهش یا تغییر یا یک میوتیشن کرده، که در این قسمت میبینین یک گل با سه رنگ، اگر گل اصلی این رنگ باشه و یک میوتیشن، یا اگر به دو رنگ باشه یک میوتیشن، که خیلی از تجارب و تعقیق و از لحاظ ژنتیکی و ساختاری کار مشکل هست،
ولی در بین نباتات این به صورت طبیعی ایجاد شده، تماما نباتات بطهای دیگر گلها فرزند به این رنگ یا ماده به دو رنگ سرنگ متفاوت، یعنی دو رنگ دیگر ایجاد کرده. یا خود توت فرنگی به قسمت میبینیم که اگر مقایسه بکنین با میوه‌های دیگر میبینین کاملا متفاوت با آنها، یک میوتیشان ایجاد شده. و یا هم در قسمت تخمدان خود از این گل میبینیم که حالت طبیعی در مجموع گل ها حالت طبیعی است، ولی یک بوته از گل آمده خود تخمدان به این صورت کشیده شده و تعداد زیادی از بذر را تولید کرده و شکل خیلی متفاوت که اینار به نام میوتیشن یا جهش یا تغییرات ناگهانی است که ایجاد میشه. انواع روش های تکثیر غیر جنسی که تکثیر جنسی به روش های مختلفی انجام میشه که یکی از جمله روش تکثیر نباتات به صورت قلمه هست. قلمه یکی از ساده ترین و پرکاربردترین تکثیر در مبحث باغداری هست. قلمه یا کاتینگ به قسمتی از ساقه یا قسمتی از ریشه یا قسمتی از برگ نبات میگن که بعد از جداسازی از پای مادری در شرایط مناسب قرار داده میشه تا تولید ریشه و شاخه و نبات جدیدی از آن حاصل شه. ما هر قسمتی از این میتونین که از نبات بگیرین ورود به نام قلمه یاد میکنین، چی میشه که از ریشه باشه یا از ساقه باشه یا حتی از برگ باشه، در از نبات اصلی جدا میکنین، جداگانه رو کشت میکنین تا به نبات اصلی تبدیل بشه و نبات حاصل از این عمل صفات مشابه با نبات مادری خواهد داشت، که روش تکثیر غیر جنسی همیست که صفات مادری حفظ میکنه، که اگر ما ریشه را بگیریم تمام خصوصیات همه نبات داره، اگر برگ یا اگر ساقه را بگیریم تمام خصوصیات پای مادری داره. و ازدیاد به وسیله قلمه مهمترین و متداولترین رویش تکثیر غیر جنسی برای قسمت باغداری هست و بسیار از درختان و درختچه ها و خزاندار و همیشه سبز زینتی و میوه ها توسط قلمه تکثیر میکنن. اگر نباتات خزاندار هست، اگر نباتات همیشه سبز هست، اگر نباتات زینتی و گلخا هست یا اگر میوه‌جات هست، در مجموع تکثیر قلمه زیاد پرکاربرد هست، زیاد قابل استفاده هست و از همین طریق تکثیر میشن که از طریق قلمه هاست. در قسمت قلمه های چوبی قسمتی از ساقه گرفته میشه که باز شرایط در قلمه ها در جلسات بعدی میخونیم که باید چند جوانه داشته باشه و چی مقدار طول داشته باشه و از کدام قسمت های از نباتات گرفته باشه بهتر است و چی شکل باید کاشته باشه. این بود موضوعاتی که روی تکثیر غیر جنسی با شما صحبت میکنیم. انشاءالله موضوعات ادامه میدیم تا موضوع به صورت مفصل آن واضح و آشکار بشه. موفق و باعزت باشید.